هرچند نه برای اولین بار، اما این دفعه با رویکردی کاملا متفاوت، ایران اسلامی میزبان نظریه پرداز و متفکر جنجالی روس الکساندر دوگین بود. آن هم در آستانه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی. یکی از این وجوه تفاوت حضور پررنگ وی در محیط‌های رسانه‌ای و دانشگاهی بود. از این میان میتوان به برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در محل یکی از پایگاه‌های اینترنتی کشور اشاره کرد. همچنین مشارکت میهمان ویژه این ایام از کشور روسیه در شب علوم انسانی فرهنگسرای اندیشه موضوع قابل توجه است. چرا که با برقراری فضای گفتگو محور و چالشی، سخنان و اندیشه های الکساندر دوگین با نقد و نظرهای سلبی و ایجابی جدی مواجه شد. اندیشه آقای دوگین ترکیبی است از سنت های روسی، نظریه انتقادی غربی، مکتب فرانکفورت و اندیشه های خدمتتون ارسان دیگر تئوریسین های غربی مثل هایدگر و دیگران و ژئوپلیتیک گرایی. در حالی که حرف آقای دوگین در حوزه فلسفه سیاسی حرف جدیده، ما دنبال نام ها هستیم یا دنبال حرف ها هستیم؟ به ما توصیه شده انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. از دیگر فرازهای این سفر میتوان به دیدار و گفتگوهای علمی و تئوریک با تنی چند از نویسندگان، متفکرین، اندیشمندان و شخصیت‌های علمی، دانشگاهی و حوزوی اشاره داشت که بر این اساس محمل مناسبی برای اخذ و رد علمی و آشنایی با آخرین دستاوردهای نظری در حوزه‌های مورد علاقه دو طرف شکل گرفت. امید می‌رود که این گونه سفرهای علمی برای اندیشمندان ایرانی و روس بازگشای افق‌های جدیدی باشد تا در سایه این دستاوردهای علمی و نظری تأثیراتی عینی و ملموس بر محیط پیرامون دو ملت بزرگ ایران و روسیه بگذارد. من فکر می‌کنم ایران یکی از قطب‌های جهان چند قطبی و بهترین متحد برای روسیه در این جهانه. من همیشه از ورود ایران به جوامع جهانی و سازمان شانگهای حمایت کردم و علاقه من به ارتباط خوب و استراتژیک بین ایران و روسیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. به برنامه عصر خیلی خوش اومدید. امشب برنامه خاصی داریم و مهمان بسیار مهم و عزیزی که روشنگر خیلی مسائل میتونه باشه، مهمانی از روسیه، آقای دکتر الکساندر دوگین. خیلی خوش اومدید به برنامه. آقای دکتر دوگین مشاور رئیس جمهور روسیه هستن. قبلا یک برنامه رفتیم با ایشون صحبتی کردیم، برنامه بود که چندین بار پخش شد و این ادامه اون بحث هست با حضور گرمشون در تهران. به ویژه با توجه به اینکه کتاب شما ترجمه شده، اجازه بدید بحث رو با این سوال شروع کنیم که چرا این کتاب رو نوشتید و این کتاب تا چه اندازه بر اذهان تأثیرگذار بوده؟ من کتابی نوشتم که عنوان اون عبارت است از تئوری سیاسی چهارم. من مطالعات در این حوزه رو گسترش دادم. از اونجا که من دانشمند علوم سیاسی هستم و ایدئولوژی‌های سیاسی رو مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که همه سه ایدئولوژی اصلی کلاسیک در فضای مدرن ارضا کننده آینده بشری و خواسته های واقعی اون نیست، نمیشه به تاریخ، انسان، اقتصاد سیاسی، ژئوپلیتیک و روابط بین الملل از منظر این سه ایدئولوژی کلاسیک قدیمی نگریست. الکساندر دوگین موافقان و مخالفان بسیاری دارد. رسانه‌های غربی او را با عناوینی چون عقل منفصل ولادیمیر پوتین یا فلسفه باف درباری یاد می‌کنند. نشریه فارن پالیسی آمریکا وی را یکی از 100 چهره تأثیرگذار سال 2014 معرفی کرده و به او لقب مغز متفکر تصمیم‌گیری‌های پوتین را داده. دولت اوباما ماه گذشته وی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. رسانه‌های اصلی آمریکایی همیشه سعی در ارائه چهره‌ای مخوف و وابسته به کانون‌های مافیایی قدرت از او در روسیه دارند. نمونه اش برنامه گلنبک که به معرفی او می‌پردازد. الکساندر دوگین، a prominent philosopher, a professor
and he's known to be an advisor to some of the most influential men in Russia. The Russian foreign minister, the second chairman of the state, the United Russia Party chief ideologist, and of course, President Vladimir Putin. Not only advising the Kremlin, but in 2008, Dugin became the head of the Department of Sociology of International Relations at Moscow State University. This is one of the most dangerous human beings on the planet today, Dugin. Russia should be compared with Europe as a whole, or with the Islamic world, or with the Chinese civilization. This is the architect, the man of thought, who's informing the man of action. من بدون هیچ مقدمه‌ای بحثم رو با آقای دوگین شروع میکنم و سوال اولم اینه که زمان چه تغییری کرده؟ ما در کجای زمان هستیم الان؟ و این رو از آقای دوگین بشنویم. So you thank you for your invitation. از این که من رو به برنامه دعوت کردید سپاسگزارم. شما برنامه رو با پرسشی دشوار آغاز کردید. اول از همه این که زمان آثاری منطقی و معقول داره. زمان یک مفهومه. تاریخ یک مفهومه. چیزی به نام زمان مادی وجود نداره. زمان ماده نیست. زمان به خودی خود مقولی معنوی است. پس زمان منطق و برهان تاریخه. زمان چیست؟ به نظر من ما در آخر زمان قرار داریم، یعنی در انتهای زمان قرار داریم. ما در نوع خاصی از زمان قرار داریم. وقتی که زمان به ماهیت خود نزدیک میشه، وقتی که همه اون چیزی که در خفا قرار داشت آشکار میشه، وقتی که مفهوم تاریخ در مقابل چشمان ما متبلور میشه، پس باید گفت که ما در مهمترین زمان زندگی میکنیم. شما از روسیه آمدید، روسیه‌ای که امروز در یک مقطع بسیار حساسی هست، دل داده و یک حضور حماسی تو یک جنگ آخر زمانی به تعبیر خیلیا وارد شده. این رو دوست دارم از زبان شما که مشاور رئیس جمهور هستید بشنوم. So Russian history was تاریخ روسیه تاریخی خاصه. مفهوم این تاریخ با گذر زمان روشن و روشن‌تر شد. جالبه که اکنون ما در تاریخ روسیه در حال نزدیک شدن به اصل و ماهیت خود هستیم. چون ما جامعه مسیحیت ارتودکس هستیم، مفهوم موجودیت روسیه مفهوم تمدن مسیحیت ارتودکسه. این هویت ماست. این هویت در مقاطع مختلف تاریخی به واقعیت تبدیل شد. در دوره شوروی ما جنبه مسیحیت و سنت مسیحیت را که جنبه مقدس در تاریخ روسیه و جامعه اون بود از دست دادیم. ما اکنون در حال بازگشت به همان جنبه همیشگی و دائمی روسیه هستیم، همانطور که در هر دوره آخر از زمانی چون این چیزی ایجاب می کنیم. ما در حال بازگشت به مفهوم ذاتی تاریخ روسیه هستیم. روسیه با ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین مدلی از بازگشت افراد به اصل و هویتشونه. ما از ارزش‌های مسیحیت ارتودکس فاصله گرفتیم و فرمانروایی رو از دست دادیم. ما مشغول مادیگرایی، الحاد و مشکلات قریب الوقوع شدیم، اما اکنون در حال بازیابی خود معنویمون هستیم. همه اون چیزی رو که ما اکنون در روسیه شاهد هستیم فقط میتوان با آخرت شناسی دینی و تفسیر دینی توضیح داد. پس ما در تاریخ در حال بازگشت هستیم. پوتین مدل و نمونه‌ای برای این کاره، چون ما با پوتین نه تنها هویت مسیحی خود رو باز می‌یابیم، بلکه حاکمیت خود رو نیز باز می‌یابیم.
روسیه در تاریخ در حال بازگشته و این بازگشت نه تنها بازگشت به عنوان یک کشور در میان سایر کشورهاست، بلکه به عنوان بازگشت یک قدرت معنوی است که مخالف تمدن ضد مسیحی است. درک ما از غرب همین است. تمدن غرب معاصر برای ما تمدنی شرارت آمیزه. ما این را ضد مسیح توصیف می‌کنیم، به عنوان دجال در سنت اسلامی توصیف می‌کنیم. اکنون ما روسیه به عنوان به همراه پوتین در حال نبرد بر ضد این شر هستیم، یعنی شر مربوط به مادی‌گرایی، مصرف‌گرایی و فقدان سنت‌های مربوط به کرامت انسانی. چون غرب واقعی یعنی هژمونی آمریکا و شرق اروپا نمونه ای از مرگ انسانیته. روسیه پاسدار قداست و سنته. به نظر من همه تغییرات سیاسی، همه تجلیات عزم روسیه برای دفاع از منافع ملی ما تنها بخشی مشهود از این رویداد معنوی است که در جامعه واقعی روسیه در جریانه. رئیس جمهور ما تجلی این تمایله. وی شخصی نیست که منشأ همه اینها باشه، اما تبلور این روند و این جریانه. پس روسیه در حال بازگشت به تاریخه، یعنی به عنوان یک نیروی معنوی در حال بازگشت به تاریخه. روسیه به عنوان قدرتی است که تلاش میکنه دنیا رو متوازن کنه. روسیه بر ضد تهاجم غرب واکنش نشون میده. متفکران مهم ایرانی وجود دارند. احمد فردید برای این روند یک نام گذاشت، یعنی جریانی که روسیه با اونها میجنگید. غرب‌زدگی. این روند غرب‌زدگی نام داره. ما غرب‌زدگی رو نوعی از چالش برای هویت خود می‌دانیم. ما بر ضد غرب‌زدگی مبارزه می‌کنیم. As a kind of challenge to our identity, and we are fighting against that. سوال بعدیم اینه که ما می‌دونیم که تلویزیون آمریکا پروپاگاندا علیه شما، اینکه این خیلی مرد خطرناک، دینجرس من، این خیلی تبلیغ کرده اینها، و دوست داشتم یک بار دیگه بپرسم این علت این چیه؟ به خاطر همین افکاری که اونا احساس کردن یا آماری داشتن که به اینجا رسیدن. From the first glance it is در منظر نخست چون این چیزی تقریبا غیر قابل قبوله، چون من عملاً بر ضد غرب مرتکب هیچ عملی نشدم. از دید غرب من به نقش داشتن در کریمه، اوکراین و همه نوع جنایات ممکن متهم شدم، اما همه اینها فقط حرف و نظر و سخنرانی بودن. من مقصر معرفی شدم، بدنام شدم، متهم شدم و اهریمن معرفی شدم. علت همه اینها نیز به عقاید من مربوط میشه، اما گفتن و بیان حقیقت درسته. من نماینده روسی هستم که با وضعیت معاصر سازش نمی‌کنه. من نماینده روسیه مقدس و ارتدوکس مسیحی و معنوی هستم که سنت خود رو دنبال می‌کنه و تلاش می‌کنه از هویت خود در مقابل هژمونی مادی‌گرایی، اهریمنی و شیطانی آمریکا دفاع کنه. من ترغیب کننده و مشوق هر گونه روندی هستم که مخالف هژمونی آمریکا، روابط نزدیک با ناتو و مخالف با ضد مسیح و دجال باشه. اما کاری که من می کنم فقط منحصر به سخنرانی ها، نوشته ها و کتابه. همه چیز به حرف و ایده های من مربوط میشه. من در هیچ عملیات مالی سیاسی و یا نظامی نقش نداشتم. به نظر من منطقی است که من خود را دشمن غرب آمریکایی توصیف کنم که هژمونیک، تهاجمی، ضد تقدس و ضد سنت. این کاملا منطقی است، چون حرفها و ایده ها واقعا اهمیت دارند. من شخصا با برژنسکی صحبت کردم، یک بار در واشنگتن صحبت کردم، چند بار نیز با فرانسیس فوکویاما هم صحبت کردم. من با فوکویاما اتفاق نظر دارم که میگوید ایده ها و نظرات واقعا اهمیت دارن. پس من مقصر معرفی میشم، اهریمن نشان داده میشم و مورد انتقاد واقع میشم و به عنوان خطرناکترین فرد برای آمریکا جلوه داده میشم، چون ایده ها و نظرات من خطرناکه. علت اینه که در پشت سر من تمدنی بزرگ به نام روسیه است و دولت روسیه در حال اعمال حاکمیت دوباره است. علت این است که روسیه قدرت هسته‌ای است. پس مسئله فقط حرف های من نیست، بلکه
این حرف‌ها مبتنی بر واقعیت‌های ملموس در تاریخ ما در روسیه است. تاریخ روسیه تاریخ نبرد بر ضد هژمونی غربی است. علاوه بر این من یک ملی‌گرا نیستم، اما به عنوان یک ملی‌گرا نشان داده می‌شم، در صورتی که اینطور نیست. به نظر من لازم نیست که ما تک قطبی‌گری آمریکا را با یک تک قطبی‌گری دیگر جایگزین کنیم. مثلا با تک قطبی‌گری روسی جایگزین کنیم یا اینکه با تک قطبی‌گری مسیحیت ارتدوکس جایگزین کنیم. من طرفدار دنیای واقع‌گرا و چند قطبی هستم که در آن هر کسی بتونه جای خودش رو پیدا کنه. پس این ایده از دید اونها خطرناک‌تره. اگر من طرفدار تک قطبی‌گری روسیه بودم، میشد من رو به عنوان یک فرد ملی‌گرا یا امپریالیسم نشون داد. اما من ملی‌گرای روسی نیستم. امپریالیسم روسی نیستم، بلکه من طرفدار دنیای عادلانه و چند قطبی هستم که در اون آمریکا، اروپا، دنیای اسلام، هند، چین، اوراسیا، روسیه، آفریقا و آمریکای لاتین بتونن جایگاه مناسب خودشون رو داشته باشن. این نظریه برای هژمونی آمریکایی خطرناک‌تره، چون من از منظر منطقی دوستان و هم پیمانان زیادی دارم. شاید من به عنوان یک فرد ملیگرا و اهریمنی نشون داده بشم، اما من ملیگرا نیستم. من کشورم رو دوست دارم. من تمدنمون رو دوست دارم. من از واقع‌گرایی روسیه حمایت میکنم، اما حق سایر تمدنها رو هم به رسمیت میشناسم. حق دیگر ادیان رو برای ساختن جامعه و تمدنشون بر مبنای اصول خودشون و نه اصول روسیه به رسمیت میشناسم. این مهمترین نکته است. شما روی تشیع و شیعه فکر کردید، کار کردید، کتابای هنری کوربن خوندید. بحث ایران و حقیقت جویی و تشیع رو مطالعه کردید. فلاسفه بزرگی که در تاریخ هستن، اینکه اکثرا ایرانی بودن، اونو مطالعه کردید. این دلبستگیتون به موضوع شیعه و بعد با اینکه مسیحی ارتدوکس هستین شما و توجه ویژه‌تون به این موضوع و اینکه در این زمان شیعه یک وضع، یعنی اسلام ناب یک وضعیت خاصی پیدا کرده رو یه خود برای بیننده توضیح بدید، ممنون میشم. So I am interested by Iran and Shia tradition. من به ایران و سنت شیعه علاقمند هستم و به اسلام معنوی علاقمند هستم. این علاقه بیش از 30 ساله که وجود داره. من کتب زیادی از رنه گنون و هانری کوربن و بسیاری دیگر از افراد رو درباره تمدن ایران و سنت شیعه و فلسفه اسلامی مطالعه کردم. من برخی از متون هانری کوربن رو به زبان روسی ترجمه کردم. من تاریخ ایران، تاریخ فارس و تاریخ شیعه رو مطالعه می کنم. من نقاط اشتراک زیادی کشف کردم. من میراث سهروردی، ملا صدرا، حیدرآملی و بسیاری دیگر از متفکران شیعه ایرانی رو با فلسفه عرفانی مسیحیت ارتدوکس روسیه مطابق دیدم. پس من نقاط اشتراک زیادی دیدم. برای من این به منزله سنتی موازی است. من یک مسیحی ارتدوکس هستم، اما در سنت ایرانی و اسلام شیعه نکات معنوی بسیاری مشاهده می کنم و الهامات فلسفی و ماوراءطبیعی مشاهده می کنم که برای من دلیلی محسوب می شن تا درک کنم که روسیه و ایران و اسلام شیعه در نبرد آخر زمانی در یک جبهه قرار دارند. نقاط اشتراک بسیاری وجود داره. قرابت‌های معنوی زیادی بین این دو تمدن متفاوت وجود داره. یعنی بین تمدن ایرانی اسلامی از یک سو و تمدن روسی ارتدوکسی مسیحی و اوراسیایی از سوی دیگر قرابت وجود داره. ما روسیه و ایران به یک تمدن تعلق نداریم، اما روی هم رفته در وضعیت آخر از زمان در یک اردوگاه قرار داریم. قیاس‌های زیادی وجود داره. برای مثال ما به تمدن مسیحی تعلق داریم، اما برای ما کلیساهای غربی و مسیحی شامل کاتولیک و پروتستان به مراتب از ما دور هستند و با ما فاصله دارند. اونها تقریباً هیچ اشتراکی با سنت مسیحیت ارتدوکس ندارند، چون ما مقدس هستیم و اونها مدرن و معاصر هستند. ما محافظه‌کار هستیم و اونها مدرن هستند. ما در وهله نخست اهل مراقبه و تفکر هستیم، اما اونها اهل اقدامند.
پس ما مسیحیت عرفانی هستیم که مراقبه داریم و سنتی هستیم. ما روم سوم هستیم. پس از سقوط قسطنطنیه ما میراثدار ماموریت امپراتوری روم و تمدن مسیحیت ارتدوکس بیزانس هستیم. اما ایران شیعی کم و بیش در همین رابطه مشابه با بقیه کشورهای جهان اسلامه. اسلام سلفی اسلام سنتی نیست. پس ما در موضوع یکسان هستیم. اکنون نکته جالب اینجاست که این دو نیروی صرفاً معنوی، یعنی قرابت بین این دو سبک معنوی اسلام و تفکر مسیحیت ارتدوکس روسیه، در مقابله با جبهه مادی یکسان هستند و با دشمن واحدی می جنگند. اسلام رادیکال به روسیه حمله کرد، به ایران و جهان تشیع نیز حمله کرد. در پشت این سلفی رادیکال که خود رو به عنوان اسلام عرضه می کنه، آمریکا وجود داره که از عربستان سعودی و قطر و دیگر کشورها به عنوان نیروی نیابتی استفاده می‌کنه تا به هدف صرفاً ژئوپلیتیکی خود دست پیدا کنه. پس اکنون تاریخ مادیگرایی و تاریخ دنیای مادی و نبرد اون برای منافع ملی و راهبرد ژئوپلیتیک با این جنبه معنوی یکسان شده. این نشونه از آخر الزمان، چون در آخر الزمان بین دو سطح از تاریخ، یعنی تاریخ مادی و تاریخ معنوی، اتحاد ایجاد میشه. این نوعی از ترکیب بین جنبه فیزیکی و طبیعی از یک سو و جنبه معنوی از سوی دیگر، این خیلی اهمیت داره. اکنون لحظه اونه که نگاهی عمیق‌تر به هویت مناسب خود داشته باشیم. به نظر من از منظر جهان شیعه، جامعه مسیحیت ارتدوکس روسیه هم پیمانی نزدیک‌تر از بقیه جهان اسلامه. همچنین برای ما نیز اسلام شیعه در نسخه ایرانیش و دیگر نسخه های شیعی اسلام متفکرانه و معنوی و خالصه و اونها نیز در مقایسه با کلیساهای مسیحیت غربی به ما نزدیک ترند. ما دشمن یکسان داریم. دشمن اساسی و بنیادین یکسان داریم. دشمنان رسمی و ظاهری یکسان داریم. به نظر من این ائتلاف منطقی و راهبردی که ما اکنون در سوریه، یمن و در لبنان و دیگر نقاط شاهدش هستیم، نوعی از تجلی تاریخی از این قرابت معنویه. پس از دیدگاه من فردی طرفدار ائتلاف روسیه و ایران در کل زندگیم بودم. اما در گذشته این طرفداری اندکی عجیب به نظر می رسید. از همون اول برای من روشن بود. به نظر من اکنون زمان اونه که درباره این مسائل عمیق‌تر فکر کنید. وقتی که من در سفر قبلی به ایران در قم بودم، من با یک روحانی خیلی مهم صحبت کردم. وی بیان کرد که ماهیت جامعه ایرانی چیست. او گفت که ما در فرهنگ انتظار زندگی می کنیم. این موضوع کلید جامعه روسیه هم هست. ما نیز در فرهنگ انتظار زندگی می کنیم. ما منتظر آمدن دوباره عیسی مسیح هستیم. ما فکر می کنیم که روسها و جامعه روسیه بیش از همه به لحظه آخر، یعنی همون آخر از زمان، معتقد باشند. این در حالیه که سایر افراد و تمدن‌های مسیحی از هم خواهند پاشید اگر ما آنچه را که در جامعه غرب می‌گذرد رو مد نظر قرار بدیم. تنها منطقه‌ای که سنت واقعی مسیحیت در اون وجود داره روسیه امروزیه. این صرفاً ادامه راه قبل نیست، بلکه بازگشته. ما به خود و ماهیت قبلی خودمون و به مأموریت خودمون بازگشتیم. به نظر من در انقلاب محافظه‌کارانه ایران نیز همین اتفاق رخ داد. ایران نیز از مصائب تاریخی گذر کرد و با آیت الله خمینی به مأموریت خود بازگشت. دو کشور و دو جامعه آخر زمانی هستند که به گذشته و مأموریت آخر زمانی خود بازگشتند. به نظر میرسه که این دو جامعه بسیار به هم نزدیک باشند. این امر اتفاقی نیست و چیزی بیش از اتفاق. سوال بعدیم اینه که پس این روشن میکنه، جواب سوال بعدی هم میده که بعضی ها میگفتن که ورود روسیه به این جنگ و حضورش در سوریه و جنگش علیه داعش این موقتیه، تاکتیکال، تموم میشه، it's a temporary movement، ولی اینجوری میبینیم که نه، یک فرهنگی دیگه پشتش هستش. First of all, I have predicted or I was convinced. اول از همه این که من پیش بینی کردم، یا این که من ضرورت رو پذیرفتم.
و همیشه طرفدار ائتلاف روسیه و شیعه بودم که صرفاً بر مبنای درک معنوی مسائل بوده است. این موضع‌گیری از اواسط دهه 1980 بود. من این موضع رو به صورت علنی داشتم. That was my position openly. Since the 80s you've been saying this. Yes. بله، البته متقاعد شده بودم و اکنون هم قبول دارم که این ائتلاف نوعی از سرنوشت معنوی مردم ماست. پس ما باید در کنار یکدیگر باشیم. ما باید در کنار یکدیگر بر ضد دشمن مشترک مبارزه کنیم. در تاریخ هرگز این گونه نبود. ما در تاریخ هم پیمانان نظامی نبودیم. ما برخی وقتها دشمنان هم بودیم. ایرانی‌ها و روس‌ها دشمن یکدیگر بودند. اما ما از جنبه معنوی هم پیمان و دوست هستیم. پس باید لحظه‌ای برسد که این جنبه اساسی به عمل تبدیل شود. اون لحظه فرا رسیده. پس مردم قبلا فکر می‌کردند که چون این چیزی غیر ممکنه. چون ما فاقد مبنای تاریخی و منافع ژئوپلیتیک هستیم. اما اکنون ما می‌بینیم که همه انگیزه‌های تاریخی و مادی پایدار نیستند و گذرا هستند. بلکه اصول معنوی هستند که اصولی اساسی و بنیادی محسوب می‌شوند. اکنون ما این بینش و اراده رو مشاهده می کنیم. این فقط مشاهده من نیست. من روی ائتلاف روسیه با شیعه مطالعه کردم. اکنون این نوعی از واقعیت ما در سوریه در کنار یکدیگر می جنگیم. روس‌ها و ایرانی‌ها و حزب الله و سوری‌ها در کنار یکدیگر می‌جنگند. ما دشمن یکسانی داریم که داعش است. در حالی که آمریکا و CIA از داعش و دیگر جنبش‌های سلفی حمایت می‌کنند. ما در یمن نیز در وضعیت مشابهی قرار داریم. ما در حال کمک کردن به حوثی‌ها یا انصار الله یمن و شیعیان یمن هستیم. ایرانی ها، سوری ها و حزب الله نیز همینطور. ما در عراق نیز موضعی مشابه در قبال شیعیان عراق داریم. پس ما در کل دنیای اسلامی در خاورمیانه، یعنی ما روزها در طرف جبهه شیعه قرار داریم. در بحرین نیز این گونه است. این چیزی نیست که مبتنی بر وضعیت و تاکتیک باشه، بلکه چیزی عمیق‌تره. من همیشه معتقد بودم که باید این گونه باشه و اکنون نیز این گونه شد. شاید مخالفان بگن که این کار تاکتیکی است، شاید. اما پوتین یک فرد واقع بینه. اون یک فرد واقع گرای سیاسی است. انگیزه وی برخی چالش‌های ملموسه، اما وی در دفاع از منافع ملی روسیه بسیار بسیار قوی است. منافع ملی روسیه با منافع تمدن شیعه سازگاری داره، یعنی تقریبا به طور کامل همخوانی داره. اگر او بر مبنای درک عقلانی از وضعیت اقدام کنه، باعث میشه که ائتلاف ما در مقایسه با موضوعات معنوی صرف اقدام کنه، که در این صورت بسیار محکمتر میشه، چون معنویت سلیقه‌ای نیست، بلکه چون این مقوله معنوی اساس و ماهیت چیزهاست. معنویت در قلب همه چیز قرار داره که نمیتوان اون رو به چیزی افزود یا اون رو از چیزی کنار گذاشت. نیرو و قدرت معنویت قوی تر از قدرت مادیته. معنویت قلب مادیته. اگر پوتین سیاست روسیه در خاورمیانه رو صرفاً بر مبنای منافع ژئوپلیتیک قرار بده، به طرز اجتناب ناپذیری باعث خواهد شد که ائتلاف روسیه و شیعه قوی تر بشه. پس حضور روسیه در سوریه یک موضوع سلیقه‌ای نیست. این تصمیم بر مبنای یک منطق ژئوپلیتیکه. اگر ما در هر نقطه از اوکراین، خاورمیانه، داخل روسیه و قفقاز هدف آمریکا و گروه‌های نیابتی اون قرار بگیریم، آمریکا از همان روش‌ها و ابزارهای خودش استفاده می‌کنه. یعنی از اسلام به اصطلاح رادیکال مثل داعش و القاعده و جنبش‌های سلفی بر ضد منافع ژئوپلیتیک روسیه استفاده می‌کنه. پس اگر روسیه واکنش نشون بده و از خود دفاع کنه، به طرز منطقی تلاش خواهد کرد که هم پیمان پیدا کنه و در چنین وضعیتی چه کسی مطمئن‌تر و امن‌تر و بهتر از مسلمانان شیعه برای روسیه خواهند. مسلمانانی که خودشون قربانی این سلفی ها هستند. مسلمانانی که خودشون قربانی این سلفی های مورد حمایت عربستان سعودی و قطر هستند، که خود رو به عنوان اسلام عرضه می کنند. پس ما دشمن یکسانی داریم. این دشمن به عنوان اسلام رادیکال شناخته شده است. اما ورای اسلام رادیکال نیروهای سلطه طلب مثل آمریکا و نظم نوین جهانی وجود داره. پس ما دشمن یکسان داریم. ما چالش یکسانی داریم. ما منافع
یکسانی داریم. ما از جنبه مادی مجبوریم که در کنار یکدیگر باشیم. اما به نظر من اکنون در مواجهه با این ائتلاف فزاینده روسیه و شیعه، آمریکا و گروه‌های نیابتی اون تلاش خواهند کرد که این ائتلاف رو نابود کنند. اونها تلاش خواهند کرد که از شبکه خود در روسیه استفاده کنند. بسیاری از نیروهای طرفدار غرب در روسیه هستند. من دقیقاً نمیدونم، اما تصور میکنم که در ایران نیز برخی از نیروها طرفدار غرب و لیبرال باشند، ولی تعدادشون و مقیاس اونها کمتر از روسیه است. این نیروها تلاش خواهند کرد که این ائتلاف رو نابود کنند. برای مثال به ما میگویند که شما روسها با کمک کردن به ایران خودتون رو مشغول مشکلات داخلی جهان اسلام میکنید. شما اسلام سنتی رو از دست خواهید داد و امثال این استدلال ها. اونا میگن که شما مشغول و درگیر مشکلاتی خواهید شد که ربطی به ما نداره، چون این افرادی هستند که تلاش میکنن پوتین رو متقاعد کنن که از این کار دست برداره. به نظر من در ایران نیز همین دسته از افراد هستند که خواهند گفت به روسیه اعتماد نکنید. روس‌ها بسیار تاکتیکی عمل می‌کنند. اونها دشمنان تاریخی ما هستند. روس‌ها امپریالیسم هستند، شوروی هستند و از این حرفا. اما به نظر من این حرف‌ها همه حرف‌های دشمنان ایران و دشمنان روسیه است. یعنی دشمنان داخلیشان، یعنی ستون پنجم‌هایی که تلاش می‌کنند این ائتلاف آخر از زمانی رو نابود کنند. پس بستگی به ما داره که آیا این ائتلاف راهبردی است یا اینکه فقط تاکتیکی است. ما باید اقدام کنیم و این ائتلاف رو بسازیم. هرچند شاید امروز این ائتلاف جنبه تاکتیکی داشته باشه، اما باید اون رو به یک ائتلاف راهبردی تبدیل کنیم. این یه ضرورته و ما باید روی اون کار کنیم. ما باید ابعاد درونی این ائتلاف رو کشف کنیم. ما باید این ائتلاف رو تبدیل به ائتلاف راهبردی و معنوی و واقعی بکنیم. تجربه موجودیتی مبارزان ما هم وجود داره، چون ما در اونجا افراد خودمون رو از دست میدیم. افراد بسیار مهمی هستند که جان خودشون رو برای دفاع از سوریه از دست میدن، چه از طرف روسیه باشه و چه از طرف ایران. ما برادران همرزم هستیم و این اهمیت داره. ما همرزم ایرانی ها هستیم. این نخستین بار در تاریخه و ما باید قدر اون رو بدونیم. موضوعی که در میونه، موضوع با اهمیت و شاید سرنوشت تاریخ، این ائتلاف رو برای دوره آخر از زمان روسیه و ایران محفوظ نگه داره. سوال بعدی من اینه که چطور روسیه میتونه در مقابل همه فشاری که از غرب میاد، sanctions against Russia، فشار میاد، pressure، و اینها فشار میارن و روسیه داره مقاومت میکنه. اون خب این تحریمایی که علیه ایران هم اعمال کردن، علیه روسیه هم به همون صورت هست، فشارهای خیلی زیاد هست، وقیهان هم هست و ادامه دار هم هست. این شما چون از داخل روسیه میگید، از همه چی آگاه هستین، برای خود ما جالبه که این مقاومت در مقابل این فشار چگونه اتفاق داره میفته؟ First of all, Russian people is very particular. مردم روسیه مردمی خاص هستند. مردم روسیه برای موضوعی که درست باشه حاضرن درد و رنج زیادی بکشن. همچنین موضوع دیگر اینه که ثروت و معیشت مرفه ما رو نابود میکنه. ما مردمی داریم که برای روزهای سخت و اضطرار آماده هستند. ما فقط در محدودیت‌ها احساس خوبی داریم. پس برای ما روزها تحریم‌ها بهترین امکان برای توسعه پتانسیل‌های درونی و داخلی است. وقتی که ما بتونیم همه چیز رو از خارج دریافت کنیم، دیگر کار نمی‌کنیم و تلاش نمی‌کنیم. اما اکنون اقتصاد ما نشانه خوبی دریافت می‌کنه که پتانسیل درونی خودش رو رشد بده. این پتانسیل بسیار زیاده. ما در وضعیت اقتصاد لیبرال امکانات و ظرفیت‌های خود رو برای صنعتی کردن از دست دادیم. ما به نوعی بی‌ارزش شدیم، چون ما همه چیز رو از خارج دریافت کردیم. ما تقریبا کشاورزیمون رو نابود کردیم. ما صنعت خودمون رو از بین بردیم. از برای ما تحریم‌ها راهی برای نجات خودمون، و این راه خیلی مثبته، چون ما در چنین وضعیتی تلاش میکنیم تا
منابع مناسب خودمون رو احیا کنیم و اقتصاد خودمون رو بسازیم، در حالی که اقتصاد آزاد در دهه 90 میلادی اینها رو نابود کرده بود. پس این تحریم ها راهی برای نجاته. ما خودکفا هستیم و پتانسیل زیادی داریم. ما در شرایط رفاه بازنده ایم، اما در شرایط بحرانی نجات خواهیم یافت. همچنین برخی تحریم ها هستند که فقط زمانی به ما آسیب می رسونند که ما در اقتصاد لیبرال باشیم. چون این اقتصادی مبتنی بر دلار، روابط با غرب و غیره است. اما ایرانی ها که تحت تحریم ها بودند، برخی وقتها از طریق من پیشنهاد کردند که نفت رو به روبل و نه به دلار بفروشند. این مسئله زمانی بود که ایران تحت تحریم ها بود. به نظر من اقتصاددانان روسی آنچنان مشغول اقتصاد لیبرال و جهانی بودند که چون این پیشنهادی رو دریافت نکردند. اما این پیشنهاد بسیار خوب بود. اکنون ما مجبور خواهیم بود که در این جهت فکر کنیم و از دلار خارج بشیم. ما به وسیله غرب مجبور به این کار خواهیم شد. به نظر من اکنون زمان اونی که همه پیشنهاد ایران برای یافتن راه حل جایگزین رو در نظر بگیریم. به نظر من موضوعات دیگری هم وجود داره. راه های دیگری برای نجات اقتصاد روسیه وجود داره. برای مثال ما می توانیم دامنه اتحادیه اوراسیا رو گسترده تر کنیم و از ایران دعوت کنیم. این بار نوبتی ایرانی ها خواهد بود. چون که تحت تحریم ها نیستند، پس میتونن انتخاب کنن که روابط با روسیه نداشته باشند که تحت تحریم هاست و روابط خود رو با غرب توسعه بدن. شاید چنین تصمیمی بگیرن، اما در کشور شما تا جایی که من میدونم شورای برای استدلال های معنوی وجود داره که بالاترین شورا هاست. ایران نه تنها منافع مادی در دنیا داره، بلکه درک معنوی هم از وضعیت خودش داره. این ویژگی خاص جامعه ایرانه که ولایت فقیه نام داره. در مرکز از این ولایت اراده خدا وجود داره، نه اراده انسان. از رهنمود و رهبری رهبر است که تضمین کننده مبنای روحانی و معنوی تصمیماته. به نظر من در بلند مدت برای ایران بدون تحریم بسیار اهمیت داره که تلاش کنه از وضعیت دشوار روسیه استفاده کنه تا کمک کنه و وارد روابط نزدیک تر بشه. به همراه اقتصاد چین و هند و آمریکای لاتین که از هژمونی آمریکا رنج میبرند، از امپریالیسم دلاری رنج میبرند، بتوانیم در کنار اون هم خودمون رو نجات بدیم و هم به یکدیگر کمک کنیم تا بر این نوع سلطه غربی فائق بشیم و در چنین وضعیت افراطی مبنای واقعی برای اقتصادی چند قطبی ایجاد کنیم و حاکمیت اقتصادی واقعی رو ببینیم که در تضاد با سلطه اقتصاد دلاری و دگماتیسم لیبرال قرار داره. باید تلاش کنیم برای چنین وضعیتی جایگزین تصویرسازی کنیم که مبتنی بر سنت معنوی و فرهنگی ما باشه. اسلامی که سیستم بانکداری سنتی رو رد میکنه منشأ الهام برای یافتن راه حل جایگزین اقتصادی است. به نظر من تحریم ها وضعیت خوبی است تا اینکه سایر روش های جایگزین برای توسعه اقتصادی امتحان بشه که کپی برداری شده از دوگماتیسم لیبرال نباشه و هیچ وابستگی به امپریالیسم و سلطه دلار نداشته باشه. این یه فرصته و پنجره فرصتی است که غربی ها با تحریم ها ایجاد کردن. ما میتونیم از این فرصت برای بهبود وضعیت خودمون استفاده کنیم. So it is a kind of chance. It is the window of opportunity, as the Westerners say, for us, the sanctions. So we could use them for our health. Well, thank you so much. This massive, beautiful information that I think will be, we are all eager to hear it. And I'm so thankful to God that you said it all. And I hope to have you again on the show. Thank you very much. Thank you, Dr. Dugin. تشکر میکنم از آقای دکتر الکساندر دوگین و این مطالب فوق‌العاده‌ای که امشب فرمودن. شما رو با همین افکار و همین نظرات میگذاریم امشب. به خدا بزرگ میسپاریم تا برنامه دیگری از برنامه‌های اصل در شبکه افق. شب شما بخیر. Thank you so much. It was brilliant, I think.